بنا به گزارش مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران که اخیراً از سوی رژیم منتشر شده، تهران افسرده ترین شهر نام گرفته. اگرچه که اسم این گزارش سرزندگی شهری در مناطق 22 گانه شهر تهرانه. البته این گزارش مربوط به سال گذشته است، اما اخیراً منتشر شده. این گزارش نشون میده 99.7% تهرانی ها سرزنده نیستند. بنابراین گزارش وضعیت شاخص فشار محیط زیستی در تهران عدد میانگین 323 هستش که به معنای اوج بحران عدم دسترسی به محیط زیست و خدمات شهری مناسبه. اگه این شاخص در سطح 100 باشه مطلوبه، اما عدد بالای 300 به معنای فشار زیاد و رضایت بخش نبودن وضعیت سکونته. در تهران فقط 3% آدم‌های سرزنده وجود داره. در ضمن یادمون باشه که پایگاه اجتماعی رژیم هم با تمامی باندها و دستجاتش به اعتراف خودشون چیزی بیشتر از 3-4% نیست. تو این گزارش ساکنان مناطق پایین شهر 11، 16، 20، 12 و 19 افسرده ترین ها هستند و ساکنان مناطق 5، 3، 22 و 8 تهران وضعیت بهتری نسبت به پایین شهری ها دارند. در این گزارش به عواملی که باعث افسردگی شهروندان شده هم اشاره شده و این عوامل به زعم تهیه کنندگان حکومتی گزارش اینطوری معرفی شدند: وضعیت نامطلوب پارک ها، وضعیت نامناسب سطل های زباله، نبود مسیرهای مناسب پیاده روی شهروندان و عوامل مشابه دیگه ای از همین دست. تو این گزارش اما به عواملی مثل گشت های سرکوبگر رژیم، حجابان های بی سر و پا و مزاحم مردم، گرونی افسار گسیخته و روزافزون، نبود امنیت شغلی، بحران بی مسکنی و حاشیه نشینی روزافزون در کنار اختلاس های میلیاردی هر روزه رژیم و آقازاده هاشون مطلقا اشاره ای نشد. بله، با همه اینها دیر یا زود تمامی سران و کارگزاران این دیکتاتوری به پای میز حسابرسی کشونده خواهند شد تا افسرده ترین شهر جهان به شورشی ترین شهر تاریخ تبدیل بشه.